در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از ادامه مذاکرات ایران و عربستان، آزادی مدیر شرکت هواوی در کانادا، پیشتازی چپ‌ها در انتخابات آلمان، انتشار آمار قربانیان جنگ سوریه و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 3 مهر، شمار مبتلایین کرونا در جهان به مرز 232 میلیون و شمار فوتی‌ها هم به 4,755,000 نفر رسید و تعداد بهبودیافتگان نیز از مرز 208,600,000 نفر عبور کرد. تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد موج اخیر کرونا دلتا در آمریکا روند نزولی در پیش گرفته و این کشور موفق به کاهش نسبی مبتلایان شده است. از سوی دیگر روسیه بیشترین تعداد فوتی‌های روزانه خود از ابتدای همه‌گیری را در روز جمعه ثبت کرد. ترکیه در حالی به مرز 7 میلیون مبتلا نزدیک شده که شمار مبتلایان روزانه در موج اخیر کرونا این کشور همچنان روندی افزایشی دارد. این در حالی است که آلمان روند افزایشی مبتلایان خود را متوقف کرده و بار دیگر به کانال کمتر از 10,000 مبتلای روزانه بازگشته است. همچنین عربستان سعودی توانست تعداد مبتلایان روزانه خود را به کمتر از 100 نفر کاهش دهد. در سوی دیگر جهان، مقامات کره جنوبی از شناسایی بیشترین مبتلایان روزانه کشورشان از ابتدای همه‌گیری خبر دادند. برگزاری دوره چهارم مذاکرات ایران و عربستان در بغداد. سفیر ایران در عراق اعلام کرد دوره چهارم مذاکرات ایران و عربستان در بغداد برگزار خواهد شد. ایرج مسجدی همچنین گفته مذاکرات با عربستان در حال پیشرفت است و پس از رسیدن به نتایج مطمئن از این مذاکرات بیانیه صادر خواهیم کرد. پادشاه عربستان نیز اخیراً در پیام ویدئویی به 76th نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل ابراز امیدواری کرده بود که مذاکرات کشورش با ایران به نتیجه ملموسی برسد. آزادی مدیر هواوی در کانادا و دو زندانی کانادایی در چین. پس از آزادی مدیر شرکت هواوی در کانادا و دو زندانی کانادایی در چین، به نظر می رسد مشاجره دیپلماتیک میان چین و کانادا به پایان رسیده است. مینگ وانگژو، مدیر شرکت هواوی که به درخواست آمریکا و به اتهام فساد در سال 2018 در خاک کانادا دستگیر شده بود، روز جمعه آزاد و راهی چین شد. ساعتی پس از این اتفاق، دو شهروند کانادایی که در چین زندانی بودند، آزاد شدند و به کانادا بازگشتند. این دو فرد در زمان بازداشت مدیر شرکت هواوی در کانادا به اتهام جاسوسی در خاک چین دستگیر شده بودند. پیشتازی چپ‌ها در انتخابات آلمان. نظرسنجی‌های انجام شده پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی آلمان برای تعیین جانشین آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور، حاکی از پیشتازی حزب سوسیال دموکرات با جلب 25% آرای احتمالی است. در این نظرسنجی، حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی که در حال حاضر با صدر اعظم مرکل قدرت را در اختیار دارد، با اختلاف اندکی از حزب سوسیال دموکرات عقب افتاده است. با این حال، بسیاری از کارشناسان رقابت این دو حزب را شانه به شانه می‌دانند. انتخابات سراسری مجلس آلمان امروز یک شنبه برگزار می‌شود و آرمین لاشت از حزب دموکرات مسیحی، خانم آنالنا بربوک از حزب سبزها و اولاف شولتز از حزب سوسیال دموکرات نامزدهای اصلی جانشینی آنگلا مرکل هستند. در آلمان صدر اعظم با رأی مستقیم مردم انتخاب نمی شود و نماینده قوی ترین فراکسیون مجلس جانشین مرکل خواهد شد. انتشار آمار جدید قربانیان جنگ در سوریه توسط سازمان ملل. سازمان ملل متحد نخستین آمار رسمی خود از سال 2014 در خصوص تعداد قربانیان جنگ سوریه را منتشر کرد. طبق این آمار، دست کم 350,000 نفر طی 10 سال جنگ در سوریه جان خود را از دست دادند. این در حالی است که اخیراً آماری غیر رسمی از یک گروه نظارتی در انگلستان شمار قربانیان این جنگ را به بیش از 606,000 نفر اعلام کرده بود. طبق اعلام سازمان ملل، از هر 13 قربانی جنگ سوریه یک نفر زن یا کودک بوده است. همکاری هسته‌ای امارات متحده عربی و کره جنوبی. وزارت خارجه کره جنوبی با صدور بیانیه‌ای از گفتگوی این کشور با امارات متحده عربی درباره افزایش همکاری و مشارکت در زمینه انرژی هسته‌ای خبر داد. امارات در مرداد سال 99 نخستین نیروگاه هسته‌ای خود را با کمک کره جنوبی راه اندازی کرد. این کشور اوایل شهریور سال جاری نیز از راه اندازی دومین نیروگاه هسته‌ای خود خبر داد. غیر قانونی شدن معاملات مربوط به رمز ارزها در چین.
بانک مرکزی چین تمامی معاملات برپایه رمز ارزها در این کشور را ممنوع کرد و هشدار داد این نوع معاملات سرمایه های مردم را با خطر جدی مواجه می کند. پس از اعلام این خبر، قیمت بیت کوین بیش از 2000 دلار کاهش یافت. چین در سال 2019 معاملات رمز ارزها را ممنوع کرده بود، اما این نوع معاملات به شکل آنلاین ادامه پیدا کرد.